سلام و هر جایی هستید وقت به خیر به 25 مین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مروری میکنیم روی فعالیت ها و درستی سنجی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست حرف میزنیم سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه و این هفته هم با فرهاد مروری میکنیم به اتفاقاتی که این چند روز افتاد و کارهایی کردیم خب این هفته چند تا سوژه درستی سنجی داشتیم که بررسی کردیم قرار تو این اپیزود مرورشون کنیم مثل هر هفته اول بریم سراغ پرزحمت ترین فکچکی که داشتیم و به نظرم جالب ترین فکچکی که بود خب اگه شنیده باشید و یادتونم باشد اپیزود قبلم درباره کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی جپه مقاومت ملی افغانستان صحبت کردیم و گفتیم که ماجرا رو بررسی میکنیم و این هفته هم بهش میپردازیم درسته ماجرا از این قرار بود که روز 11 شهریور یعنی سه روز قبل از کشته شدن آقای دشتی یه مصاحبه بی بی سی فارسی برنامه صفحه دو باش پخش کرد به صورت زنده که خب یه جایی از این مصاحبه به دلیل اینکه خطوط ارتباطی ضعیف بود تو پنشیر صدا و تصویر قطع میشه و به یه در واقع شماره ای برای چند ثانیه روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه یه شماره ده رقمی که عدد تقریبا روندی هم بود هفتاد، 60 چل، پنجاه، خب این اتفاق باعث شد که خیلی ها تو شبکه های اجتماعی و حتی برخی سایت های خبری و رسانه های داخل ایران این گمانه رو مطرح کنند که این شماره ای که پخش شده شماره تلفن ماهواره ای آقای دشتی بوده و همین باعث لو رفتن موقعیتش شد و بر حال از این طریق نیروی طالبان حالا یا نیروی پاکستان موقعیتش رو پیدا کردند و کشتنش آره اصلا یه سری سایت های طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هم نوشتن که بلا فاصله بعد از این مصاحبه و منتشر شدن این شماره بوده که طالبان و ارتش پاکستان موقعیت آقای دشتی رو پیدا میکنن و بهش حمله موشکی میکنن در حالی که اینجوری نبوده در واقع سه روز بعد از اون مصاحبه با بی بی سی بوده که آقای دشتی کشته میشه و بلا فاصله نبوده این نکته مهمیه آره اصلا بخوایم چیز بکنیم مثلا فارس نیوز کار کرد صدا سیما خبرگزاری صدا سیما کار کرد باشگاه خبرنگاران جوان خلاصه خیلی طیف متنوعی از رسانه‌های داخل ایران که عمدتا حالا رسانه های وابسته به سپاه و طرف داره از یه جنای خاصی هستن اونها در واقع بیشتر به این مطلب دامن میدن خب ولی خب اتفاقی که افتاده بود یه اتفاق نادر و عجیب بود اینکه به حال توی شرایط جنگی توی منطقه‌ای که در محاصره است و به حال رهبران نیروی مقاومت در موقعیت مخفی شدن و اینها هستن خب چنین اتفاقی پخش شدن یه شماره چیزی که تقریبا میشه که بینندم عادت نداره یه چنین تصویری رو اینه. حالا نمیدونم قبلا هم یه چنین اتفاقی تو رسانه افتاده ولی خب برای کم سابقه است یه چنین اتفاقی عجیبه و همه مواد اولیش آماده بود برای همچین ساخته شدن همچین شایعه یعنی تمام چیزایی که گفتی دقیقا نقش داشت دقیقاً. دقیقا بر حال حالا این شک ما میدونیم که به وجود اومد رفتیم سراغش که ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم آره خب ما هم هفته پیش اشاره کردیم که داریم روی این موضوع کار میکنیم و و سوالاتی که دربارش وجود داره رو سعی میکنیم جواب بدیم بالاخره متن رو نوشتیم و منتشر کردیم و البته وفا الب آره خیلی کار برد هم آره. فرایند تحقیقش چند نفر متن توی نوشتنش مشارکت داشتن متن رو دقیق بارها خوندیم سعی کردیم همه سوالها رو جواب بدیم به منابع معتبر ارجاع بدیم بریم همه احتمالاتی که مطرح شده حتی احتمالات ضعیفی که مطرح شده رو دقیق بررسی بکنیم و به یه نتیجه برسیم که بتونیم با قطعیت نسبی اظهار نظر کنیم حالا چه اتفاقی افتاد اولین نکته ای که وجود داره اینه که همین بحث زمان مصاحبه و زمان کشته شدن آقای دشتی و این فاصله سه روزه به حال خب این سه روز به نظر میرسه که یعنی یه مقدار ش... ت... تردید ایجاد میکنه در این گمانه که این شماره باعث لو رفتن شده و همون لحظه اگر قرار بود این شماره لو بره خب احتمال اینکه موقعیت رو لو بده احتمالش این بود که خیلی زودتر خب این حمله انجام بشه نه بعد از سه روز بعد از اینکه از تلویزیون پخش شده بود نکته دومی که ما در موردش به قطعیت رسیدیم این بود که این شماره شناسه ارتباطی زوم بوده و این شناسه ارتباطی هم شناسه رندوم نبوده شناسه بوده که به صورت دستی خودشون وارد کردن و حالا مثلا میگم ما نمیدونیم اطلاع نداریم نمیدونیم که آیا این شماره معنی خاصی داشته شماره نسبتا روندم هست این 70 60 50 40 مثلا برای چی این عدد گذاشتن یه عدد دیگه آیا معنی خاصی داشته از روی چیز خاصی نوشته ممکنه مثلا شماره تلفن آشنایی براشون بوده باشه که این رو انتخاب کردن این رو ما نمیدونیم ولی میدونیم که این شماره قطعا شماره شناسه زوم بوده شماره ده رقمی بوده چون شماره رندمش رندومش یازده رقمی خواهد بود نکته بعدی بحث این بودش که این شماره شماره تلفن بوده یا نه این شماره ده رقمی خب این شماره ده رقمی به خودی خود شماره تلفن نیست یعنی اینکه این ده رقم رو شما همین جوری بگیرید با تلفن بعیده که جای زنگ بخوره اما ممکنه محتمله که با اضافه شدن پیش شماره به اولش تبدیل بشه به یه شماره تلفن واقعی در هر کجای جهان مثلا شما پیش شماره یه کشوری که تعداد شماره تلفنش مثلا 10 رقمی وارد کنی مثلا 2098 رو مثلا اولش بذاری ممکنه مثلا شماره تلفن در ایران بشه که البته حالا آره نمیدونم با عددی شماره هستش که با 7 تو ایران شروع بشه نه. یا مثلا ممکنه توی سوئد این کارو بکنی بشه تو هر کشوری که تلفن ها شناسه 10 تا رقم داره این ممکنه که یه شماره تلفن باشه بنابراین این احتمال وجود داره که این شماره تلفن ولی اینکه این شماره تلفن کجا باشه تو چه نقطه از جهان باشه این رو در واقع مشخص نیستش دقیقا این, این سه نکته ای که گفتی خیلی مهمن به خاطر اینکه ما نه با یه ارتباط تلفنی طرف بودیم نه اینکه این اصلا یه شماره تماس بوده یه آیدی بوده و ضمن اینکه خود این ده رقم هم به خودی خود لزوما تلفن جای خاصی نیستن دقیقا ببین حالا آقایی که خیلی پیگیری مجبور خیلی روی این موضوع کار گفته بود که این شماره رو پیش شماره 91 که پیش شماره هند هستش اضافه بکنیم متعلق به یه شرکت هندی به اسم ایرتل ایرتل ما میدونیم که افغانستان رو جزء مناطق تحت پوششش نیست یعنی تلفنی رو به اونجا نبره ولی خب به هر میتونسته این تلفن تو هند خریداری شده باشه اونجا فعال باشه ممکنه از طریق رومینگ فعال باشه ولی هیچ سندی وجود نداره هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده آقای دشتی از یه چنین شماره استفاده کرده باشه اه... یا اینکه مثلا توی اطرافیان آقای دشتی از طریق چنین شماره باشه یه بعضا حتی یک تصاویری هم منتشر شد ویدیو کوتاهی هم منتشر شده یه تماس تلفنی که آقای دشتی با یکی دیگه ای حالا در یه زمانی داشته یه شماره ای داده بوده که اول و آخرش مثلا شبیه بود که اون هم نمیتونه صحیح باشه به با هم... عنوان سندی استفاده میکردن که نگاه کنید این شماره ای که آقای دشتی داره به این دوستش میده چت واتساپ این در واقع همون شماره است نشون به اون نشون که اولش با با هفت شروع میشه و آخرش با چاره ولی حالا ما شما بررسی هم که کردی بگو که چرا ببین اصلا اون, شماره خب با یه باکس سبز پوشونده شده آره. اصلا در اولاً که یه دونه صفر اولش داره بعدم یه باکس سبز داره یعنی یه صفر هفت یه کد مالی یه باکس سبز یه چیزی پوشونده این شماره تنها در صورتی میتونه همین شماره که تو بی بی سی پخش شده باشه که شما بتونی 8 تا رقم رو تو فاصله بین هفت و چهار آخرش بذاری که اصلا این غیر ممکنه جا نمیشه یعنی از نظر ابعادش اونجا جا نمیشه نه. علاوه بر این که اصلا قبل از اینکه عدد 4 هم یه عدد هفت اومده و حالا به حال قطعا میشه گفت ما مطمئن هستیم که و تلفن... با همین همین پوشیده همین باکسی که پوشونده یه بخشی از عدد قبل از 4 رو هم هنوز میشه دید که به وضوح هفته دقیقا. و حالا وسط حرفت پریدم حالا بایده تصویر این رو من میخوام بگم حالا ما الان داریم تو پادکست صحبت میکنیم و حرف زدنه ولی تو مقاله تصویر این پیام واتسپی رو گذاشتیم یه نگاه بکنید با دیدن شما اگه برید ببینید مطمئن میشید که این شماره تلفنی که اونجا حالا با باکس پوشونده شده قطعا اون شماره نبوده که تو بی بی سی به نمایش در اشاره, کردم ما یه اسکرین شات گذاشتیم از این پیام واتسپی ولی خب بعضیا ویدیویی هم منتشر کردن از این پیام یه چند ثانیه ای هست به جزئیاتش دقت کنید توی لحظاتی اطلاعات بیشتری از این پیام معلوم میشه معلوم میشه که شماره تلفن که اسم فردی که اونجا نوشته شده چی هست قطعا این شماره اون شماره ای که توی بی بی سی پخش شده نبودش یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که ردیابی اطلاعات و محدوده موقعیت مکانی که خیلی هم دقیق نیست از طریق شماره تلفن ممکن انجام بشه ولی از طریق شناسه زوم به سادگی امکان پذیر نیست مگه اینکه کسایی که به آقای دشتی حمله کردن به یه طریقی که حالا معلوم نیست به اطلاعات کاربرای زوم دسترسی داشته باشن به حال یعنی یه روش غیر معمولی به کار برده باشن دیگه حالا ما نمیدونیم هم که چقدر جزئیات اطلاعات کاربران وجود داشته و حالا هک بوده یا مثلا دسترسی ویژه‌ای به اطلاعات بوده این هم برای اینکه اگرم بخوام با ایدی زوم رو بخوان پیدا بکنن این هم به حال یه مقداری به قضیه رو پیچیده میکنه این تا اینجا حالا این وسط یه سری ماجرا رو داستان رو در واقع فراتر از این بردن مدعی شدن این شماره ده رقمی یک کد رمزگذاری شده است که مختصات محل اختفای آقای دشتی رو نشون میده اینا که اصلا که میگن بی بی سی اصلا به عمد آره دیگه <applause> یعنی بعضی هستن اصلا دارن میگن عمد... کار عمدی بوده مقایسش هم میکنن میگن با پیام بی بی سی زمان کودتای 28 مرداد ولی نه حالا ما اصلا کاری نداریم ولی این سوال منطقی مطرحه که حتی اگه بحث شماره رمزگذاری شده تو اون پیام کودتا هم یه پیام بوده که حالا اونم جزیاتش خیلی دقیق و اینها مشخص نیست ولی اینجا بحث شماره رمزگذاری واقعا چرا باید بیان از تو تلویزیون اگرم بخوان این کارو بکنن از تو تلویزیون تو برنامه زنده پخش کنن سه روز قبل از حمله بعد از سه روز این پیامو بیان رمز گز... در واقع رمزگشایی بکنن بعد برن سه روز بعد اصلا کجا معلوم سه روز بعد این آدم همون جایی که قبلا سه روز پیش مخفی شده باشه بمونه اونجا نرفته جا به جا نشده نوشته باشه. بود، یکی نوشته بود جواب سوال شما رو داده بود اتفاقا در جواب همچین سوالی گفتن که اگر قرار بود اطلاعات آقای دشتی رو مستقیما بدن به سیستم‌های اطلاعاتی پاکستان و طالبان اون موقع بعد یه چیزایی بر ثبت می شده رو کاغذ و اینا بعد مثلا 50 سال وقتی این اطلاعات طبقه بندی شده از حالت طبقه بندی شده خارج می شده اون موقع لو می رفته اینجوری دیگه راحت بدون اینکه جایی ثبت بشه <تصفح> و مسئولیتی داشته باشن اینا, اینا, اینا ببین اصلا بیا فرض کنیم این حالا <applause> این تئوری توته هست دیگه این مصداق تئوری توته هست. حالا فرض کنیم یه چنین چیزی هسته، سرویس های امنیتی چه نقشه شومی رو کشیدن ام آی 6 و فلان من یه سوال منطقی دارم میگم که اگر که فرزن این محل اختفا رو موقعیت مکانی رو با کد رمز گذاری شده نشون داده باشن چرا سه روز بعد این اتفاق افتاده حمله شده اصلا از کجا می چرا نیروهای پاکستان تعلل کردن سه روز؟ از کجا معلوم؟ تو اون فاصله آقای داشتی فرار نمی نمیرفت نمی رفت موقع جاشو عوض نمی میره نمی رفتن یه جای دیگه به هر حال میگم این بحثی که مطرحه حتی با پذیرش این فرزیادی هم که مطرح میکنن یه ذره عجیب غریبه حالا این به کنار بعد خود حالا این آقایونه که درباره در واقع رمزگذاری یا رمزگشایی و اینا چیز کردن یه دستورالعمل رمزگذاری رو در واقع منتشر کرده بودن که عددا رو تقسیم بر دو بکنی بعد نمیدونم عدد رسیدن به 14 دو رو ضرب در هفت بکنی که یه مقداری میگم اصلا خیلی بچگانه و اینها بوده تازه با همه این اوصاف و موقعیت مکانی هم که در آوردن توی چیز اونم یه موقعیت دقیقی نیست نه بگو کجا که اصلا قصه رو بگو برای کسایی که نمیدونن چون این اصلا عجیب غریبه یعنی اینکه که جو که گفتی مثلا دو عدد رو تقسیم بر دو بکنه بعد دوباره به یه عدد خصوص میرسه بعد میگه حالا این عدد کمی به فرمت مختصات نزدیک شد افغانستان در مدار 35 درجه قرار داره بعد دوباره 35 نقطه گذاشته اول اون عدده بعد میگه تا عدد 25 همه چیز درست است میگم همینجور هی به یه عددای دیگه میرسه بعد نکته جالب اینه آخر سرم به یه عدد میرسه که آره. شما حالا اون عدده رو حالا ویرگول هم گذاشت گفته اگر این گوگ... این رو تو گوگل مپ وارد کنید اون وقت میبینید چقدر دقیق نقطه‌ای که در پن... در پنج شیر نمایان میشه حالا تازه ما این کار رو کردیم رفتیم تو گوگل مپ هم نگاه کردیم به جای اون ویرگول هم نقطه گذاشتیم به یه جای رسیدیم به اول پنچیر که یکی از ولسوالی های افغانستانه یه چیز کلیه شما حالا الان مثلا مثل این میمونه که بگی یکی توی تهران مثلا یکی توی تهران پارس حالا کجای یه جای بزرگ نه اگر اگه قرار مختصات دقیق داده بشه که همینجوری که نمیتونه به یه چیز کلی و یه منطقه وسیعی در واقع رسیده باشه خلاصه که این رمزگذاری ادعای رمزگذاری و پیام رمزگذاری و مختصات و اینها هم در واقع یک چیز بچگانه و مخدوشی بود که ما اون رو هم بررسی کردیم که اصلا دیروز هم حالا بحثی بود که من که فکر میکردم ممکنه این اصلا شوخی باشه یا حجو باشه حجو کسایی که اینجوری این تئوری توتعی هایی که اینجوری با کد و مود و نمیم اینو تقسیم بر دو بکنی و بعد میرسی به فلان و اینا واقعا من شک داشتم به اینکه این واقعی باشه چون اصلا یه مشکلی هم هست برای فکچکرهای همه جا بعضی وقتا یه سری حجف ها و شوخی ها رو به شکلی منتشر میکنن که تو نگاه اول فکر میکنی واقعیه برامی خیلی وقتا فکچک چکر رو میفتن تو دام اینا یعنی یه چیزی که از اساس شوخی بوده و حجف یک نوع تفکری بوده میرن تو سراغش فکچک چک میکنن که خب وقت تلف کردنه دیگه برای همین باید مطمئن شد برای فکت کسی که میخواد فکت چک اول باید مطمئن شد که این جدیه و سطحای رو حجو نیست ولی به هر حال خیلی جدی هم مطرح کرده بودن آدمه که اینو نوشته بودن و تو شبکه های اجتماعی اینا دست به دست کردن به عنوان یه سند و اینها داشتن باش در باش مواجه میشدن شدن آره حجوا نمیگم نباید فکت چک چون بعد بعضی بعضیا واقعا این یه سری از شوخی ها رو فکر میکنن جدی و باور میکنن و بر اساسش حالا اظهار نظر میکنن یا تصمیم گیری میکنن کار فکت چکر اینه که اول بفهمه این حجوه و بعد مشخص روشن کنه که اینی که داری میخونی مخاطب این شوخیه ما این موارد رو حالا برای پاسخ به سوالات و شبه مطرح کردیم و ولی از یک دید دیگه واقعا تا حالا هیچ منبع معتبری درباره احتمال نقش بی بی سی تو ردیابی و کشته شدن فهیم دشتی صحبت یا حتی گمان زنی هم نکرده یعنی چیزایی که مطرح شده عمدتا حدس و گمانه که اسناد معتبری هم نیست تو تاییدشون مثلا مرور اخباری که از جبهه مقاومت ملی افغانستان منتشر میشه اصلا نشون میده که لو رفتن محل اختفای فهم دشتی به واسطه افرادی در داخل خود این گروه بوده خب حالا برای اینکه اینو یه ذره روشن‌تر بکنم یه نقل قول بخونم از سید حسین فاضل سانچارکی معاون سابق انتشارات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از دوستان فهم داشتی که نوشته من اینو نقل قول میکنم بر اساس اطلاعاتی که از منابع مختلف و موثق در خصوص شهادت فهیم دشتی ژنرال عبدالودود خواهرزاده قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود و شماری دیگر از قهرمانان جبهه مقاومت به من رسیده این دوستان در مرکز مطبوعاتی و رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی حضور داشتند که متاسفانه برخی از عوامل داخلی در جبهه پنشیر محل حضور آنها را در اختیار دشمن قرار می‌دهند یعنی دیگه خوده جبه مقاومت که در واقع مدعی این قضیه باید باشه داره میگه که علت لو رفتن محل فهمیدشتی داشتی و هم رزماش کجا بودن ولی خب یه عده مثل این که حالا <applause> شبکه اجتماعی هنوز قبول ندارن و میگن نخیر مثل اون جوکس که میگن مرحوم غلط کرد <applause> <applause> سفید ما به احترامش سیاه میپوشیم بابا خودشون دارن میگن اینجوری شده که لو رفته خلاصه که ما سعی کردیم به صورت مختصر مهمترین موارد رو بگیم گزارش کامل این درستی سنجی و بررسی های ما رو میتونید تو سایت فکنامه ببینید این اینی که گفتیم ما یه خلاصه ای بود تمام جزئیاتش با منابع و لینک و همه چی رو سایتمون هست لینکش هم میذاریم حالا یه سری از وقتی اینو منتشر کردیم چند نفر رضا کامنت گذاشتن که شما همش میگید این مشخص نیست اون فلان نیست چرا غیر قابل اثبات ندادید چرا میگید نادرست ببین ما این اولین بار نیست که این سوال از ما میپرسن درباره یه چیزی به طور عمومی من این رو میخوام بگم که معمولا به خصوص وقتی که ما با مباحثی از جنس تئوری توته طرف هستیم این ابهام به وجود میاد خیلی از ما بپرسن حالا که میگین شواهدی وجود نداره شواهد معتبری وجود نداره پس چرا نمیگین غیر قابل اثبات ببین بحث اینه که در یه چنین موردی به طور خاص هیچ شواهدی وجود نداره که بی بی سی در واقع این شماره که در نمایش در اومده باشه نقشی در لو رفتن آقای داشی یه سری شواهد هم که ارائه دادن همونطور که الان دربارهشون صحبت کردیم اونها هم درست نیستن اونها هم یه چیزای اطلاعات بی پای و اساسی بودن خب هیچ شواهدی وجود نداره از سوی دیگه به هر حال شواهدی وجود داره از جمله همین گفته ای از آقای فاضل سانچارکی که گفتی نقل قولی که خوندی اینها در واقع خلاف اون رو نشون میدن به علاوه اصلا سیر منطقی این وقایع رو شما مرور بکنی بازم خلاف اینو میشه یه ابهام های منطقی وجود داره اصلا این سوال وجود داره این سوالی که حالا یه کوتاه اشاره کردیم بهش که اصلا چرا باید یه چنین اتفاقی بیفته چرا مثلا اگه قرار لو دادن جای یه نفر هسته چرا باید اینو تو کار ت... مثلا تلویزیون انجام بدن چرا باید هی همینجوری هی پله پله ما تئوری توتر رو انگار میریم بالاتر اصلا خودش هم اینم جزوی از توته بوده که تو رسانه نمایش بدن که چیز بشه خب اگر اینطوره چرا رد گم کنن اگر اینطوره چرا خب مثلا با سه روز فاصله افتاده میگم یه عالم دلیل منطقی هم وجود داره که اینها رو زیر سوال میبره ببین ما با یک ادعای بی پایه و اساس وقتی رو به رو هستیم که هیچ شواهد معتبر یا حتی نیمه معتبر یا گمان زنی یا حدس و گمان هیچ آدم متخصصی نیومده دربارهش صحبت کنه ما یکی از چیزهایی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر این گمان زنی از طرف یه آدمی که تخصصی داره توی حوزه مثلا توی این مورد به خصوص توی بحث آیتی تخصصی داشت میتونست مثلا درباره زوم اطلاعات خاصی داشت تحقیقی کرده بود چهار تا مقاله نوشته هیچ آدمی ما ندیدیم که از این منظر بیاد درباره این موضوع اظهار نظر بکنه اونم اظهار نظر قطعی خب توی چنین مواقعی این بحثی که مطرح شده یک ادعای بی و اساس میتونه باشه و طبق تعریف هایی که ما الان داریم طبق استانداردی که فکر داریم ما به این چیزها نشانه نادرست یه چیز دیگه هم که به نظرم اینجا باید تاکید بکنیم فکر میکنم به درد همه میخوره ما وقتی رفتیم سراغ این ماجرا کلا ما سراغ هر سوژهی که میریم تمام سعیمون اینه که مواظب کانفرمیشن بایس باشیم کانفرمیشن بایس میشه ترجمه که به سوگیری تایید یعنی که اون اصولا همه آدم ها همینجوری وقتی به یه چیزی باور داریم وقتی میخوایم دربارش تحقیق بکنیم درباره موضوعی ناخداگاه اگر مواظب نباشیم میریم سراغ منابع و اظهار نظرا و اسنادی که حرف ما رو در نهایت تایید بکنن در واقع داریم کار تحقیق و برعکس انجام میدیم که کاملا بر مخالف روش علمیه روش علمی یک مسئله رو یک سوالی رو مطرح میکنیم شروع میکنیم گشتن تا ببینیم ما رو به کجا میرسونه وقتی کانفرمیشن باعث داریم که سر این قضیه بی بی سی و سر خیلی از چیزهای دیگه میبینیم که خیلی ها تو دامش میفتن اینه که نتیجه رو از قبل ما تعیین میکنیم یعنی در روش برعکس خیلی از تئوری توته و اینا هم هست یعنی من با بی بی سی مشکل دارم به نظرم عامل نمیدونم شر هستن در دنیا مثلا خب پس بی بی سی نقش داشته است حالا من برم بگردم ببینم چه چیزایی میتونم پیدا بکنم که بی, بی سی در کشته شدن فهم دشتی نقش داشته داشت است رو تایید کنه اینو تو خیلی از چیزایی که کسایی که درباره این موضوع در واقع علیه بی, بی سی نوشتن حالا تو این مورد داریم مثال میزنیم بی ظاهرا اینجوری بوده یعنی فرض اصلی رو اونو برین گرفتن بعد گشتن هر چیزی که حرف خودشون رو تایید بکنه رو پیدا کردن زدن به اسم ریسرچ حالا ما تو فکنامه همیشه یعنی کلا هر فکچکری، یا هر آدمی که بخواد یه چیزی فک چک کنه همیشه حواسش باید به این قضیه باشه فارغ از مخصوصا سوژه هایی که خب خیلی نسبت بهشون آدم مثلا حساسه حالا این میتونه هر چیزی باشه از فوتبال باشه تا سیاست و اقتصاد به خاطر همینه که ما همیشه هر آدمی که بقول میگی یه حرف رو میزنه اولین قدممونه که بریم بگردیم ببینیم منبع حرفش چیه <applause> آیا مثلا ممکنه یه جهتی درست باشه آیا ممکنه مثلا یه چیز دیگه ای اصلا گفته باشه اونا. آره از زاویه نگاه اونا اول سعی میکنیم یه چیزی در تایید اون پیدا بکنیم یا برخلاف اون چیزی که خودمون تصور اولیمونه یه چیزی پیدا بکنیم و بعد داریم وقتی این کارو میکنیم خیالمون راحت میشه که نتیجه قرار که از فکت چک بگیریم نتیجه منصفانه و به دور از همین جهتگیری و سوگیری های و خیلی مهمه به اینکه در نهایت ممکنه اون چیزی که اون نتیجه ای که اون تحقیق ما بهش میرس، میرسونه ما رو حتی ناراحتمون کنه حتی به مزاقمون خوش نیاد میدونی مثلا یکی بیاد یه چیزی بگه مثلا ما علیه جم... مثلا طرف مخالف جمهوری اسلامیه نتیجه اون تحقیقش به یه چیزی برسونه که در نهایت بشه یه چیزی مثبتی مثلا واسه جمهوری اسلامی یا برعکسش یا هر چیزی یه ذره باید این چیزها رو بذاریم کنار تعصبات خودمون رو سعی کنیم درست بودن یا به یک نتیجه درست رسیدن برامون مهمتر از این باشه که به نتیجه برسیم که دلمون خنک شه یا خوشمون بیاد یا راضی بشیم به حال یه مثالی هستش ما هممون بالاخره همه آدمیم گرایش داریم تحلیل داریم که. اینا داریم ولی ما توه فکتنامه یه چیزی داریم بین خودمون میگیم که همیشه میایم تو کتمون رو در میاریم آویزون میکنیم اون دم در یعنی اه. سعی میکنیم تا جای ممکن به هر سوگیری و جدگیری نداشته باشیم و به هر حال منصفانه برخورد بکنیم آره سوگیریامونو میذاریم دم در آره بعضی منتقدایی داریم که همچنان توی این ور اونور برای ما میذارن شما جدگیرین و ها که ما با اونام همیشه سعی میکنیم دیالوگ برقرار کنیم صحبت بکنیم و قانعشون بکنیم که ما, ما واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم که فارغ از این سوگیری ها کار فکت چکینگ رو انجام بدیم در همین مدت کوتاه امروزه رتبه دوم واکسیناسیون در هفته دنیا رو به دست آوردیم میزان واکسیناسیون از نظر رتبه تعداد واکسنی که انجام شده در دنیا اول آلمان با 6 میلیون تزریق در هفته و ما که تا هفته قبل با فرانسه مدار اختلاف داشتیم از فرانسه هم جلو افتادیم ما با بیش از تقریبا نزدیک به 5 میلیون واکسن تزریق شده رتبه دوم دنیا رو به دست آوردیم و امیدواریم که با این کمک ها و شور مردمی که الان داریم انشاءالله رتبه اول رو هم در فاصله نزدیکی بتونیم که به دست بیاریم خیلی خوب اینم از اولین سوژه خیلی یه هم طولانی شد ولی خب هفته پیش قولش رو داده بودیم و این هفته هم روش کار کردیم و باید دورش حرف میزدیم یه سوژه دیگه هم مربوط به واکسیناسیون کروناست مثل هر هفته ما چک کرونایی داریم این بار وزیر بهداشت ایران گفته ایران رتبه دوم واکسیناسیون رو در دنیا داره بهرام اینولایی وزیر بهداشت دولت رئیسی در دیدار با فرماندهان ارتش گفت که نقل قول قول میکنم ما رتبه دوم میزان واکسیناسیون در هفته را در دنیا به دست آورده ایم رتبه اول را کشور آلمان با تزریق 6 میلیون دوز در هفته دارد و بعد از آن کشور ما با تزریق 5 میلیون دوز واکسن در هفته رتبه دوم را به دست آورده است. امیدواریم این هفته بتوانیم رکورد آلمان را هم بزنیم و بالای 6 میلیون دوز در هفته داشته باشیم. ما به این ادعا نشان نادرست دادیم. چون طبق آمار و اسناد و تحقیقاتمون هیچ جوری ایران در رتبه دوم نیست. دقیقا ببین طبق آمارهایی که توی در واقع ایران میده به سازمان بهداشت جهانی و توی مراکز داده ها منتشر میشه ما استناد میکنیم به سایت Our World دیتا که خیلی به صورت منظم و خیلی خوب این داده ها رو برمیداره کار میکنه روشون و در اختیار میذاره ما به اونها استناد کردیم ببین خب آمار تزریق دوز واکسن تو یک هفته منتهی به 21 شهریور که آمار ایران وقتی که ما در حال تحقیق بودیم تا اون تاریخ در دست بود روزانه در واقع بود 842088 دوز که با این حساب خب طی هفت روز اگه بخوایم ضرب در هفتش کنیم تعداد دوز تزریق شده بیش از 5 میلیون دوز در, در میاد اما وقتی که میایم وضعیت بقیه کشورها رو میبینیم میبینیم که ایران نه تنها دوم نیست که بلکه یه فاصله بسیار زیادی داره با کشورهایی که مثل مثلا هند هفته گذشته بالاترین میزان واکسیناسیون داشته به طور متوسط روزانه در یک هفته منتهی به 22 شهریور 8 میلیون و 830 هزار دوز واکسن در هند تزریق شده چین که در هفته میشه حدود 62 میلیون دوز چین 5 پنج... پنج 63 میلیون دوز داشته تقریبا میشه 39 میلیون دوز در هفته ژاپن 1.44 میلیون دوز داشته تقریبا میشه 10 میلیون دوز برزیل همینطور حدود 10 میلیون دوز اندونزی 9.5 میلیون دوز داشته ویتنام در واقع 7 میلیون دوز توی هفته تزریق کرد و بنگلادش هم 6 و, 7 و پاکستان هم در واقع روزانه با رکورد 929000 دوز متوسط تقریبا تو هفته گذشته 6.5 میلیون دوز در هفته واکسن تزریق کرده با این حساب میبینیم که ایران نه تنها دوم نیست بلکه توی این رده بندی مقام نهمو داره حالا اگه کسی بگه شاید منظورش به نسبت جمعیت بوده چی خب اولا که همچین چیزی نگفته درباره تعداد دوز واکسن صحبت کرده به طور مشخص و دومی که حالا ولی ما به حال رفتیم این رو هم نگاه کردیم برای اینکه مطمئن بشیم خب ایران از این جهت هم دا... از هفت کشور دیگه از نظر سرانه تزریق عقب تره ببین توی میانگین آمار واکسیناسیون روزانه تو هفته منتهی به 21 شهری بر 99 صدم دوز واکسن به هر صد نفر بوده یعنی خیلی حدود یک درصد جمعیت در واقع خب این به طور مشخص این آمار در کشور کوبا کره جنوبی سری سریلانکا نیوزلند ژاپن ویتنام و استرالیا از ایران بیشتر بوده این داده ها قشنگ به شکل کاملا نموداراشون و اعداد و ارقامشون اینا همه توی سایت هست اگر حوصله کنید خوبه که بریم بخونید یه نکته دیگه هم داشت حرف آقای اینو لای اونم این که یه چیزی در را آلمان صحبت کرده بود که آلمان 6 میلیون دوز داشته رتبه داشته و اینا ها. اصلا ما نمیدونیم که این چیه چی هم گشتیم چیزی پیدا نکردیم عرفته. آره هرچی هم گشتیم آلمان یه زمانی تو یه دوره ای توی اواخر ماه آوریل در واقع میشه اواخر ف... میشه اردی بهش ماه اون موقع یه دوره تو اروپا رکورددار بود از نظر تعداد واکسن ولی بعدش نه ببین من وقتی داریم درباره تعداد واکسیناسیون تا یه روز صحبت میکنیم ببین چین توی ماه جوان امسال تو یه روز در واقع 22 میلیون دوز بیش از 22 میلیون دوز واکسن میزنه ببین آقای الان عین اللهی اومده داره با افتخار راجع به تزریق 5 میلیون دوز واکسن توی هفته صحبت میکنه چین فقط تو یه روز 22 میلیون دوز واکسن زده یا هند مثلا توی تاریخی تو این اواخر فکر کنم اوایل سپتامبر بود تو یه روز بیش از 11 میلیون واکسن زده یا آمریکا رکوردش 24 فروردینه تو یه روز بیش از 3 میلیون دوز واکسن زده خب ببین اینها نشون میده که به این اعداد و ارقام نشون میده که این ادعایی که مطرح شده حالا نمیدونیم چرا اشتباه کرده چه آمار اشتباهی به دستش رسیده منظورش دقیقا چی بوده ولی به حال این ادعایی که مطرح شده ایران دومه پای و اساسی نداشت یعنی هر جوری که نگاه میکنی ایران تو هیچ ردهای دوم نیست نه تعداد نه سرانه نه توی این هفته نه کلا به طور کلی هستن حالا یه چیز دیگه هم که ما توی گزارش نوشتیم اینه که اساسا این مقایسه خیلی چیز دقیق و درستی نیست یعنی الان تقریبا نزدیک به دو ساله که جهان با کرونا دست به گریبانه و ماهاست که تو کشورهای مختلف داره واکسیناسیون انجام میشه حالا یه کشور 300 هزار نفر جمعیت داره یه کشور بالای دو میلیارد نفر هر کدوم میزان ابتلا بستری و مرگ و میرشون بر سر کرونا تو بازه های مختلف تفاوت داشته اصلا اینطور مقایسه ها جوری انگار رنگ و بوی سیاسی دارن انگار مثلا یه مسابقه یه که یکی میگه من توش اول شدم و یکی میگه دوم شدم در حالی که اصلا این تصور غلطیه به نظرم آقا فراد من یه فکتر که سریع بکنم شما گفتی یه کشور بالای دوملیار میلیارد نداریم کشور بالای دو میلیارد فعلا نداریم اینو از باب شوخی ولی ببین یه چیز دیگه ای هم این مقایسه داره یه نکته ای هم داره تو این مقایسه حتی اگه بپذیریم مقایسه کار حالا مثلا درستی باشه هم که نیست همینجوری که گفتی ببین این نمیدونی که ایران عقبه از نظر واکسیناسیون و طبیعیه که الان که حالا سرعتش بالاتر از کشوری باشه که واکسنش انجام دادن ببین تا روز 12 سپتامبر 2021 21 شهری شهریور 1400 فقط 14 و دو دهم درصد جمعیت ایران به طور کامل واکسینه شدن آمار رسمی این در حالی که متوسط واکسیناسیون کامل در دنیا حدود 30 درصد جمعیت جهانه توی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، همسایه ایران خیلی از کشورها بالای 50 درصد واکسیناسیون کامل شدن. خب طبیعیه که سرعت واکسیناسیون تو کشورهایی که نرخ واکسیناسیون توشون بالاست یعنی کارشون رو انجام دادن واکسنشون رو زدن بالاتر از کشوری مثل ایران باشه که خب مثلا یه نگاهی به نمودار واکسیناسیون روزانه بندازیم از زمستان گذشته تا الان تو سایت هستش به طور منقطه و پلکانی اومده حالا الان حالا واردات واکسن حالا بماند دلایلش چی هست و اینا سر فاتی سرایش زیاده الان سرعتش بالا رفته قطعا ایران هم وقتی به حد متوسط جهانی برسه نرخ واکسیناسیون بالا 50 درصد بشه سرعتش کاهش پیدا میکنه من این رو هم خواستم اضافه بکنم اصولا تو این موارد که مسئولان این فقط مربوط به ایران نداره مسئولان هر کشوری وقتی آمار اینجوری دارن میدن مخاطب باید حواسش باشه که گوینده با آمار بازی نکنه یعنی خیلی وقتا هم که یه آماری رو گلچین میکنن مثل همین آقای که آمار اشتباه هم گلچین کرده حالا گل اشتباه <applause> یعنی حتی بعضی وقتا آمار درست هم بگه مثلا بگه ما پنج میلیون فلان پنج میلیون دوز در یک هفته زدیم و این موفقیت بسیار بزرگی است مثلا خب این باید دقت کرد که حالا فارغ از این که اصلا ببینیم 5 میلیون درسته یا غلطه خیلی وقتها یه سری فاکتورهای دیگر رو هم اصلا نادیده میگیرن همون نشان گمراه کننده ای که ما میدیم ولی این وقت که در واقع روی فکت های مهمی سرپوش بذارن و اصلا یه چیز قصه رو یه جوری دیگه نمایش بدن با استفاده از فکت هایی که انتخاب کردن دقیقا حالا میگم از واژه گمراه کننده استفاده کردی وقتی چیزا ما به این گفتگوی اینلاین نشانه نادرست دادیم خیلی نادرسته این نادرست بزیکو شاخدار بدیم یعنی دربارش هم صحبت <تصفح> <تصفح> کردیم یعنی <تصفح> <تصفح> اگه اون عدد 5 میلیون رو نگفته بود که یه ذره درسته شاخدار از ما گرفته. چون خیلی فاصله داشت با رتبه دوم و اینها آره ولی همین همین گفته نادرستشون که ایران دومه که خب باید بگیم نه نیست ایران دوم نیست ولی کلی سایت و اکانت توییتری و صدا سیما و کانال تلگرامی و اینا این خبر پخش شد و کلی هم به هم تبریک گفتن و گفتن وای ما چقدر خوشحال شدیم و چقدر افتخار میکنیم و به به, به 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 این خب اونم عمل کرد اونم تازه در وضعیتی که به طبق آمار رسمی متاسفانه روزی 500 نفر این حدود دارن در اثر بیماری کرونا از دنیا میرن که البته آمار واقعی آره. گفته میشه چند برابر اینه و آمارها و نمودارها هم نشون میده مقایسه وضعیت ایران و کشور دیگه نشون میده که دیر جنبیدن ایران یعنی تاخیر در واکسیناسیون یکی از عوامل موثر در بالا بودن نرخ مرگ و میر در ایرانه حالا به حال این گزارش و آمار و نمودارهایی که صحبتش کردیم توی سایت هست حوصله بکنید بعد نیست نگاهی بندازید اطلاعات جالبی توش بازی میشه کرد با این عدد و رقم و نگاه کرد و وضعیت در کشورهای دیگه به چه ترتیبی و در ایران چطور؟ آره آقای اینولایی هم اولین نادرستش رو از فکنامه دریافت کرد و ما هم صحبتش رو فکر چک کردیم رزا یه چیزی تو این هفته تو شبکه های اجتماعی خطاب به ما گفته شد که ما هم جواب دادیم و اونم درباره مسئله تحریم, تحریم دارو برای ایران بود خب ببین این خیلی مسئله از قبل از خیلی وقته که مطرح بوده به این بحث که ایران چون تحریمه نتونسته واکسن وارد کنه یا دارو یا لوازم تجهیزات پزشکی این بحث خیلی مطرحه این رو باید تاکید بکنیم ما صحبت کردیم با خیلی موضوع هم پیچیده است ببین تمام دو طرف رو که نگاه میکنیم ما با یه سری نقل قول از یه طرف مواجهیم که تحریما نذاشت بیاد و فلان با یه سری نقل قولم یه طرف دیگه مواجهیم که میگن نه تحریم نیست و اینا اینها هر کدوم از این نقل قولا لزوما فکت نیستن ما برای اینکه بتونیم یه نتیجه گیری قطعی بکنیم که اصلا تحریم چه تاثیری در به طور کلی در دارو و به طور خاص حالا در مهار کرونا تو واکسن اینا چه اثری داشته باید بریم به هر حال با دیتا کار بکنیم خیلی موضوع پیچیده است ما کاری یه روز دو روز نیست ما روش کار روش رو آغاز کردیم قبلا هم یه دوره یه کارهایی کرده بودیم والا فرصت نکرده بودیم که جمعه, جمعه میگم کار خیلی سنگینیه ولی داریم کار میکنیم سعی میکنیم توی هفته های دیگه به محض که به نتیجه ای برسیم یه گزارش کاملی دربارهش منتشر بکنیم گزارش فکتوال که بتونیم بر اساس یه سری فکت و یه سری دیتا اون موقع بیایم صحبت بکنیم که تحریم ها مثلا چه تأثیری در واردات دارو به ایران داشتن یا نداشتن آره اینم نکته بود که به نظرم خوب شد در صحبت کردیم حالا تا ببینیم نتیجه تحقیقاتمون چی میشه چون به حال سواله ولی پاسخش هم پیچیده است و جواب آره و نه و سفید و سیاه نیست و همونجوری هم که گفتی نیاز داره که وقت زیادی براش بذاریم Since 1945, about 2,000 tests have been carried out, 1,054 of which by the United States. These tests prove the fact that we need to take meaningful measures towards nuclear disarmament as stipulated in Article. خب این هفته یکی دو تا فکت چک دیگه هم داشتیم یکیش درباره آزمایش های هسته ای آمریکا بود و نقل قولی از مجید تخت روانچی که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحده که تو جلسه سالگرد تصویب پیمان من جامع آزمایش های مشهور به CTBT در صحن مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که از 2000 آزمایش هسته ای در جهان 1054 آزمایش توسط آمریکا انجام شده این آمار دقیق می ولی خب تقریبا درسته تا امروز 2121 آزمایش هسته ای انجام شده که 1032 تاش رو آمریکا انجام داده یعنی 48 ممیز 7 درصد کل انفجار های هسته ای در واقع آمریکا انجام داده من یه چیزم بگم کانتکس و زمینه حرف آقای تخت روانچی هم مهم بود اینجا که درباره آثار سوش بر آثار سو این آزمایش های اتمی روی مردم روی محیط زیست و خیلی چیزهای دیگه داشت درباره اون داشت صحبت میکرد و انگشت اتهام و برد به سمت آمریکا ببخشید نه خواهش میکنم میگم با تو با اینکه آمار تقریبا درسته حالا دقیق نیست ولی تقریبا درسته ولی با این حال ما بهش نشان گمراه کننده دادیم چون به هر حال بخش بخشای دیگه ای که میتونه تاثیر واقعی از ماجرا ایجاد بکنه ناگفته مونده بود اینکه مثلا ایالات متحده 29 سال هیچ آزمایش هسته ای انجام نداده یا مثلا متحده آمریکا مثل بریتانیا 30 ساله انجام نداده فرانسه 25 ساله و تو این فاصله بیشتر آزمایش ها رو مثلا کشوری مثل چین انجام دادن توی چیز در واقع یه اتفاقی که در گذشته چین و کره شمالی آره و اتفاقی که در گذشته افتاده رو در واقع آقای اتفاقی که مال سی سال پیشه رو آقای تخت روانچه الان اومده مطرح کرده توی ظرف در واقع توی موضوع حال حاضر این یکی از دلایل بود که ما بهش نشانه کام بکنن یکی نکته دومش هم توجه به قدرت و اندازه بمب‌های اتمی که منتشر شده که اصطلاحش از اس نوکلیر وپن ییلد که نشون میده که قدرت آزمایش هسته اتحاد جماهیر شوروی در واقع معادل 55 درصد کل انفجارهای تاریخه یعنی اینم یه چیزیه که یعنی آثار سو و تخریبیه با اینکه یعنی تعداد آزمایشا باشه دقیقاً یعنی اگه بحث حرف تاثیر تاثیر سو روی محیط زیست یا روی زمین یا روی اون مناطقی که روش آزمایش میشه بخوایم بررسی بکنیم درست آمریکا بیشتر این چیز داشته ولی حجم انفجار یا در واقع بازده انفجار از طرف شوروی خیلی بیشتر بوده تا در واقع اثرش و قدرتش یک و نیم برابر آز تمام آزمایش های آمریکا بوده درست. کل آزمایش های شوروی حالا به هر حال ما به این نشانه گمراه کننده دادیم یه فکچه که دیگه هم داشتیم درباره ارتباط توسعه یافتگی با بالا بودن نرخ خودکشی تو کشور آره آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر نوشته بود که بین توسعه یافتگی توسعه با شاخص ها و استانداردهای غربی و خودکشی رابطه مستقیم وجود دارد خب خیر ندارد <تص> و این حرف درستی نیست آقای گنجی برای اثبات گفته خودش به یه جدولی استناد کرده در واقع یه اینفوگرافی که بدون حالا توضیح دیگه فقط یه سری شکل و پرچم که توش نرخ خودکشی در کشورهای لسوتو کره جنوبی روسیه اوکراین، آمریکا، ژاپن، سوئیس و ایران ذکر شده. خب ایران یعنی میخواد بگه ایران با اختلاف وضعیت بهتری داره. خب این جدول جدول گمراه کننده یه چون توش خیلی کشورهایی که به تعبیر آقای گنجی توسعه نیافتن که آمار خودکشی توشون زیاده نیومده. ببین خب ما رفتیم خوشبختانه آمار بین‌المللی خب در دست هست میشه قشنگ همه چیز رو مقایسه کرد. ما رفتیم سراغ برآوردهای سازمان بهداشت جهانی از نرخ خودکشی که منجر به مرگ و میر شده که آمارش هست این آمار رو حساب میکنه تعداد خودکشی که منجر به مرگ شده رو در هر صد هزار نفر تو تا همه کشورهای جهان در واقع برآوردی داره ازشون ما رفتیم اینا رو آمارا رو در آوردیم مرتب کردیم دستبندی به ترتیب زیاد و کم دستبندی کردیم و بعد اومدیم این رو با دو تا شاخص شاخص توسعه انسانی و شاخص درآمد سرانه با همدیگه مقایسه کردیم ببین من فقط اسم 20 تا کشوری که بالاترین نرخ خودکشی رو دارن میخونم برات لسوتو، گویان، اسواتینی، کریباتی، جزیره میکرونزی خب بعضی کشوری هست سورینام، زیمبابوه، آفریقای جنوبی، موزامبیک، آفریقای مرکزی از این 10 تا کشور اول در واقع 6 تا کشورشون آفریقایی ان دو تا در جزیره کوچیک تو اقیانوس آرام دو تا کشور کوچیکم تو شمال آمریکای جنوبی هن. بعد از اون کشوره دو تا کشور آشنا در واقع که میشه گفتش که توی رده بندی حداقل شاخص تو سنسانی تو دست خیلی بالا قرار دارن بعدش مقام 11 روسیه است کره جنوبی یه کشوری به اسم وانواتو لیتوانی بوتسوانا بوطس، بوتس، اروگوئه قزاقستان مغولستان اوکراین و جزایر سلیمان اینا 20 کشوری که بالاترین نرخ خودکشی رو دارن میبینیم که توی اینها اثری از حالا میگم بجز کره جنوبی که در واقع از نظر شاخص توسعه انسانی در رتبه 23 قرار داره و روسیه که در نظر شاخص توسعه انسانی تو رتبه 52 قرار داره عملا کشور آشنایی که مثلا ما بگیم که توسعه یافته است نمیبینیم مثلا آمریکا آمریکا که حالا نرخ خودکشی بالایی هم داره به نسبت توی کشور غربی حدود چهارده خودکشی به ازای هر صد هزار نفر ما میبینیم که رتبه سی و یک داره از نظر بالا بودن میزان خودکشی خلاصه این آمار رو ما بررسی کردیم و دقیقا به این نتیجه رسیدیم که هیچ نسبتی ارتباط مستقیمی که وجود نداره هیچ ارتباط خاصی هم وجود نداره یعنی ما لزوما اینکه کشورهای فقیر هم نرخ خودکشی توشون بالا باشه نیستش کشورهای فقیرتر هم هستن که نرخ خودکشی توشون پایینه به هر حال نباید فراموش کنیم خودکشی یک مقوله پیچیده اجتماعی دلایل در واقع زمینه های فرهنگی جغرافیایی مذهبی همه اینا میتونه توش مؤثر باشه و نمیشه در واقع حکم کلی صادر کرد چیز کاری که آقای گنجی اومده در واقع خاص نتیجه گیری مطلوب خودشو بکنه در نقد کشورهای توسعه یافته چون موضع انتقادی داره نسبت به غرب اومده بگه که در غرب آمار خودکشی بالاست خیر اینطور نیست ما در واقع میتونیم ثابت بکنیم که اینطور نیست و این رو بگیم که این مسئله پیچیده است و به اصلا به این سادگی ها نمیشه رابطه بین کشورها و یه پدیده اجتماعی مثل خودکشی رو توش بررسی کرد سیار مالی همونطور که اول اپیزود گفتم این هفته چند تا موضوع و سوژه داشتیم که بررسی کردیم قبل از که اپیزود رو تموم کنیم به این صحبت ابراهیم رئیسی هم اشاره کنیم که گفته بود با وجود 20 سال حضور مستقیم آمریکا و ناتو تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها متوقف یا حتی کم نشد بلکه حجم آن بیش از 45 برابر شد خب ما این موضوع رو تو سایت فکنامه و همینطور تو همین پادکست دربارش صحبت کردیم و بررسی کردیم توی تویتر هم این هفته به این صحبت ابراهیم رئیسی واکنش نشون دادیم و گفتیم که این حرف درستی نیست و شما و رضا شما مفصل هفته پیش ما خیلی حرف این... این موضوع. آره یعنی اگه اپیزود قبل رو گوش بدید رضا خیلی عالی قضیه رو روشن میکنه که چرا این حرف حرف غلطیه خیلی هم ولی خب خیلی هم از زبان مسئولای جمهوری اسلامی شنیده میشه در یه آمار گمراه کننده است حالا همین رو بگم و الان فرصت هم فکر نکنم داشته باشیم که بخوایم توضیح بدیم دربارش آره ولی خب دیگه هر چی باید میگفتی رو دفته پیش گفتی آره. ولی فقط میگم میگم این حجم تولید مواد مخدر در 20 سال گذشته انقدری که آقای رئیسی میگه زیاد نشده و اصلا مهم بود که به این مسئله هم دوباره اشاره کنیم ادعاهای نادرست و بیاساسی که از تریبونای مختلف دارن پخش میشن و از رهبر و رئیس جمهور رو به پایین تکرارشون میکنن خب بس دیگه نه رضا این هفته 25 اپیزود 25 جمع رو تموم کنیم آره پرو بیمون شد آره. خب خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید خوشحال میشیم اگه پیشنهادی برای بهتر شدنش داشتید با ما در میون بذارید از هر راهی که براتون راحت تره ما همه جا هستیم تو شبکه اجتماعی تو خود کست باکس میتونین کامنت بذارید و البته خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما فقط کافیه که اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو کنیم ما همه جا هستیم فهم کنم هر اپی که پادکستتون رو گوش میدید میتونید همونجا ما رو پیدا کنید هر هفته هم همونطور که گفتم لینک مطالبی که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که بهشون دسترسی آسونتری داشته باشید تهیه کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم هست نامه دات کام وقتتون بخیر و خدا حافظ مراقب خودتون باشین خدا نگهدار